عناوین اصلی: بمب‌گذاری در میدان تجریش تهران. خطابه اعتراضی یک مرجع تقلید به آبروریزی رئیسی. صدا و سیما هم صدایش از فساد آقایان سپاه درآمد. افشاگری سیما بر علیه سپاه. و واکنش نماینده مجلس به خبر ازدواجش با دختر 20 ساله. به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک، شب شما بخیر. بمب‌گذاری در میدان تجریش تهران. انفجار دینامیت در میدان تجریش برای یافتن گنج رخ داد. علیرضا وهاب‌زاده، خبرنگار حوزه پزشکی و مشاور وزیر بهداشت دولت 12 از انفجاری در یک خانه باغ برای کشف گنج خبر داد. وی در این باره نوشت: درباره انفجار دو شب قبل میدان تجریش هیچ اطلاع رسانی نشده. این درسته که عده‌ای از یک خانه باغ در حال حفر تونل‌های متعدد به قصد کشف گنج در این محله بودند و انفجار دینامیت باعث لو رفتن این داستان شده. دو نفر با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند و چند نفر هم با سوختگی متواری شدند. بلافاصله بعد از پخش این خبر، آتش نشانی تهران در بیانیه اعلام کرد در انفجار میدان تجریش دو جوان بر اثر انفجار گاز آسیب دیدند و موضوع جستجوی گنج در شب حادثه را باید پلیس تهران اعلام کند. فرماندار منطقه شمیران با تکذیب این خبر اعلام کرد اصلا هیچ انفجاری رخ نداده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران هم اعلام کرد که صدای این انفجار به دلیل ترکیدگی یک کپسول گاز بوده است و انفجار دینامیت در کار نیست. خطابه اعتراضی یک مرجع تقلید به آبروریزی رئیسی. میز دراز پوتین در دیدارش با رئیسی هنوز هم سوژه تحلیل‌های رسانه‌های خبری است. پس از روایت‌ها درباره اذان گفتن و نماز خواندن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاخ کرملین، نماز خواندن ابراهیم رئیسی در این کاخ یکی از حاشیه‌های سفر او به مسکو بوده است. فاصله زیاد رئیسی و پوتین و عدم استقبال از او هنگام ورود به کاخ از جمله دیگر حاشیه های این سفر است. این بار یک مرجع تقلید به رئیسی پیام ویدیویی داده و او را تقبیح کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت برادران و خواهران گرانقدر. من واقعش امروز که روزنامه‌های کشورمون رو نگاه می کردم خیلی احساس شرمندگی کردم. خیلی می‌خواستم یک شوخی بکنم با شما. اگر بنا بود با این فاصله طولانی با آقای پوتین بنشینید، خب از همین ایران آنلاین می‌نشستید صحبت می‌کردید. خب دیگه دلیل نداشت این همه هزینه بکنید شما برید روسیه. این خیلی تحقیرآمیز بود. این میز شما رو به اتاق میز مذاکره نبردند، اینجا سالن ناهارخوری بود و این میز ناهارخوری بود و شما میبایست اونجا به آقای پوتین اعتراض میکردید، میگفتید این میز چه میزیست شما گذاشتید اینجا برای مذاکره.
این چه میزی بود و این چه میزیست؟ به جای اون وقتی که شما گذاشتید برای نماز خوندن در کاخ کرملین، این اعتراض رو میکردید آقای رئیس جمهور انقلابی. با این فاصله نشستن برای ما بسیار سنگین بود، توهین‌آمیز بود، تحقیرآمیز بود. من تقاضا میکنم شما توجیه کنید این فاصله رو. اگر رعایت اون مسائل بهداشتی منظور نظر بوده است که خب رعایت کردم، دیگه این فاصله معنادار برای چی بود؟ من خدایا امیدوارم روزی نرسد که مردم برسند به اینجا که مسئولینشان ایران را و ایرانی را به حراج گذاشتند. این کارها را نکنید. ایران حقش این کارها نیست. یه مقداری بید با مردم حرف بزنید، صحبت بکنید. شما از روسیه نیامدید، یه راست میرید کرمان، بید با مردم حرف بزنید. مشکلات مردم رو، کشور رو دادید به دست کی سپردید شما آقای رئیس جمهور؟ مردم نگرانند، ما حرف میزنیم، ما با مردم صحبت میکنیم. شما با 4 نفر اطرافیانتون دلتون خوش نباشه که رئیس جمهوری. تحقیر شدیم ما در روسیه، تحقیر شدیم، همچنانی که در چین تحقیر شدیم. در همین حال اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار ویدیویی با عنوان چینش تاریخی اقتدار ایرانی با استناد به حرکات بدن پوتین نوشت او در حین گفتگو با رئیسی دچار استرس بود، به همین دلیل کراوات خود را 2 بار منظم کرد. صدا و سیما هم صدایش از فساد آقایان سپاه درآمد. افشاگری سیما بر علیه سپاه، ویدیویی که امروز توسط سیمای مرکز ساری پخش شد، گزارش اختصاصی از ساحل خاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در سواحل ساری. تا کجا بازه میتونیم بریم؟ از ساحل خزرآباد به فنس‌های قد کشیده در ساحل میرسیم. این فنس‌ها متعلق به یکی از پلاژهای نیروهای مسلحه. امکان ادامه مسیر در ساحل نیست. اما آیا امکان ورود به پلاژ هست یا خیر؟ به ورودی این پلاژها میرویم تا شاید بتوان از در دیوارها را دور زد. فنس‌هایی که اینجا بودن را نبود که ما بیایم تو با ماشین. نمیشه ما بریم از اینجا رد شیم؟ نه بیرو، اجازه نمیدیم. اگه با مدیر مجموع هماهنگ باشه یکی از بیرو زنگ بزنه. اگه امکانش هست پس از هماهنگی برای اولین بار با دوربین صدا و سیما وارد یکی از پلاژهای نیروهای مسلح میشویم. اینجا پارک بازی دارد، حتی سفره‌خانه و فست فود. استخر روباز هست. ما همچنان هنوز اثری از کاربری نظامی اینجا ندیدیم. به ساحل برمیگردیم. 500 متر دیگر باز هم یک فنس با تابلوی ورود ممنوع. بعد از پلاژ نیروی انتظامی با گذشتن از پلاژ دانشگاه علوم پزشکی و هوانیرود به این نقطه میرسیم، پلاژ ارتش، که همونطور که مشاهده میکنید اینجا هم فنس کشیده و ما نمیتونیم وارد شیم. از درب ورودی پلاژ به دنبال راهی برای ورود. میتونیم بریم داخل؟ جان داخل نظامی بوده منش. نمیشه اینجا راه نره. و هماهنگی هایی که این بار استانی نیست. جناب سرهنگ، ما اومدیم در پلاژ ارتش، میخوایم وارد شیم، میگن که نمیتونین، باید هماهنگی انجام بشه. میشه هماهنگی لطفا انجام بدین؟ پس ما یعنی از طریق مازندران نمیتونیم پیگیری بشیم؟ ادامه مسیر ما را به 3rd پلاژ نظامی در نوار ساحلی مرکز استان میرساند. نمیتونیم بریم؟ نامه‌نگاری ها برای آزادسازی اراضی ساحلی متعلق به ارگان های نظامی که کاربری نظامی ندارند انجام شده، اما همچنان فنس ها پا برجاست.
قانون دیگه نگفته محیط نظامی و غیر نظامی 60 متر در حقیقت ارتباط بین مجتمع های تفریح توریستی و خدمت شما عرض بکنم ساحل باید آزاد بشه، مخصوصا جایگاه نظامی که واقعا کاربری نظامی ندارن. 14 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در اختیار نیروهای مسلح است که کاربرد نظامی ندارند. از جمله این سه مجموعه ساحلی در مرکز مازندران که با آزادسازی آن 2490 متر به ساحل در دسترس مردم اضافه می شود. هدیه سعیدی فر، باشگاه خبرنگاران جوان. گفته می شود در صورت آزادسازی این سواحل 2400 متر به سواحل در دسترس مردم اضافه خواهد شد. تا قبل از بر سر کار آمدن ابراهیم رئیسی، تسلط سپاه بر اقتصاد و دیپلماسی بالاخص در منطقه مسجل شده بود، اما در برابر دستاندازی آشکار آنان در سیاست داخلی مقاومت هایی وجود داشت. هرچند این دستاندازی ها کم و بیش در جریان بود، اما از آنان به عنوان دولت در سایه یا دولت با تفنگ نام می بردند. حالا اما با بر سر کار آمدن رئیسی، از کابینه گرفته تا استانداری ها به تصرف سپاه پاسداران در آمده است. به این ترتیب این فساد نهادینه و بحرانی همراه با این وزرا و مدیران ارشد و میانی به تار و پود دستگاه اجرایی نفوذ می کند. خامنه ای در 30 سال گذشته سپاه را به امپراتوری بزرگی تبدیل کرد که با سرکوب مخالفان امنیت داخلی حکومتش را تامین کند و اهداف او را در سیاست خارجی تحقق بخشد. نظامیانی که مطابق با گفتمان امنیتی رهبر مخالفان سیاسی و اجتماعی را مثل علف هرزه درو کنند و دور بیاندازند و برای تحقق آرزوی تمدن اسلامی شبه نظامیان شیعه را در خاورمیانه ایجاد و حمایت کنند. در تامین هزینه های این اهداف نیز از اقداماتی مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر رویگردان نباشند. در همه این سه دهه به دلایل مختلف رؤسای جمهور هم به فساد سپاه اشاره کردند. احمدی نژاد سران سپاه را برادران قاچاقچی نامید و روحانی در همایش مبارزه با فساد گفت اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. تنها یک نمونه از فسادهای سپاه پرونده هلدینگ یاس است که در سال 1396 حدود 13000 میلیارد تومان بود و توسط سرداران با نفوذ سپاه و حمایت مجتبی خامنه ای و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه ایجاد شد که در معاملات کلان شهرداری تهران صدا و سیما خریدهای خارجی و دور زدن تحریم ها فعال بود. محمود سیف، عیسی شریفی، مسعود مهردادی و جمال الدین آبرومند از فرماندهان سپاه در این پرونده نقش داشتند. مرتضی رضایی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه او را پر رمز و رازترین مرد سپاه خوانده و دلیل این رازآلودگی را تخصص او یعنی عملیات اطلاعاتی عنوان کرده، گفته می شود که مسئول اداره شبکه مواد مخدر جمهوری اسلامی در سراسر دنیا است. واکنش نماینده مجلس به خبر ازدواجش با دختر 20 ساله. محمود احمدی بیغش نماینده مجلس 11 در گفتگو با خبرنگار دیدبان ایران ضمن واکنش به انتشار خبری مبنی بر شکایت همسر سوم یک نماینده مجلس از او به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت انتشار چنین اخباری که از بیناشی از عجز و ناتوانی کسانی است که نسبت به برخی عملکردهای بنده عصبی و ناراحت هستند. وی با اشاره به دیدگاه‌های افشاگرانه خود نسبت به بعضی نارسایی‌ها در امور اجرایی و نظارت کشور و همچنین انتقاد شفاف و مستند خود نسبت به وضع موجود در جامعه اظهار کرد در شرایط خاص و جایی که خیلی ها در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت اختیار کردند، فریاد برآوردن و صدای مردم شدن و حق‌گویی قطعاً هزینه دارد که بنده نیز حاضر به پرداخت آن شدم. وجود ضعف شدید در ادبیات گفتمانی جناب‌عالی در عرصه‌های مختلف به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و دستاویز قرار گرفتن این ادبیات در شبکه‌های متعدد اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی زیبنده کشور نیست و شایسته است هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح این روند اقدام نمایید. آنگونه که پیداست در دولت شما نیست پدیده مقدادیسم همان نقش غلطی را ایفا می کند که آشنایی است در دولت روحانی ایفا می کرد. مگر در کشور قطع رجال علمی و سیاسی داریم که در نهاد ریاست جمهوری 4 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی کشور دیده نمی شوند که حداقل در مناسبات رسمی چند خط بنویسند و به شما بدهند تا این همه شاهد گفتمان ضعیف و بحث برانگیز غیر علمی و غیر استنادی از شما؟ نماینده مردم شازند در مجلس 11 در ادامه تصریح کرد انتشار چنین اخبار و مطالب کذب توسط یک عده آدم بزدل و بیدین
چنان مذبوح است که حتی اگر هم بخواهی از سر ناچاری پاسخ به این رسانه ها و افراد را بدهی، کاری سخت است. اما اگر این دروغ پراکنان مرد هستند، بیایند روبرو با من صحبت کنند. احمدی بیغش همچنین در ادامه ضمن مورد خطاب قرار دادن رسانه‌ای که برای نخستین بار این خبر را منتشر کرد، خاطر نشان کرد از نهادهای نظارتی مجلس و دستگاه قضا درخواست می‌کنم این موارد مطروحه را بررسی و به رئیس قوه مقننه بدهند تا از تریبون رسمی مجلس قرائت شود. اگر هم چیزی غیر از این موارد ادعایی و دروغین بود، از نهادهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی به ویژه پلیس فتا می‌خواهم صفحه انتشار دهندگان این خبر را شناسایی و با آنها برخورد کنند. ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه همسر اول و دوم یکی از نمایندگان که در دوره 11 به خانه ملت راه یافته است، خواستار تعیین تکلیف خود و زندگیشان شدند، زیرا این نماینده همزمان همسر سوم هم اختیار کرده است. محمود احمدی بیغش بدون اذن از همسر اول اقدام به ازدواج با همسر دوم کرد. همسر دوم یک دختر 24 ساله و اهل ولنجک تهران است. حکایت ازدواج‌های متعدد این نماینده مجلس همچنان برقرار است و در آخرین ازدواج یک دختر 20 ساله اهل قزوین را به همسری برگزیده است. این در حالی است که این دختر شاگرد او در دانشگاه بود. همسر اول و دوم این عضو یکی از کمیسیون‌های حساس مجلس برای پیگیری حق و حقوق خود از مسئولان مجلس خواستند که پرونده تخلف مالی و اخلاقی همسرشان به هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس ارجاع شده و زمینه عدم صلاحیت وی برای دورهای بعدی مجلس فراهم شود. این نماینده 170 مغازه در پاساژ قائم شهر ری داشته و در منزل 3 طبقه دارای استخر و سونا و جکوزی در خیابان باغ توتی و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی سکونت دارد.